سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. از این جهت ما روند کابل را پشتیبانی می نماییم. در حالی که نشست دوحه تا حال به نتیجه نرسیده است، 5 کشور آسیایی مرکزی حمایت خود را از افغانستان و پروسه مصالحه به رهبری حکومت افغانستان اعلام کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که موضع طالبان در قبال زنان تغییر نکرده و باید دادخواهی قربانیان طالبان شنیده شود. و روسیه و ایران همزمان هشدارهایی را روی تصامیم ایالات متحده در بخش پالیسی خارجی آن صادر کردند. جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. باز هم تکرار می‌کنم. بینندگان محترم تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام. امروز سه‌شنبه ششم ماه آگوست سال 2019 می باشد. لینا روزبی هستم و برنامه را با تازه‌ترین تحولات در نشست دوحه آغاز می کنم. امروز چهارمین روز نشست دوحه در هشتمین دور گفتگوهای میان ایالات متحده و طالبان است. همکارم ایوب خایبرین از طریق اسکایپ و از دوحه و محل این نشست با ماست تا شما را در جریان تحولاتی که امروز در محل گذشته است قرار دهد. آقای خاورین با سلام بر شما. در حالی که آقای خلیرزاد امروز در هند است، در دوحه چه مگذره و چه تحولات رخ داد امروز؟ سلام بر شما و سلام به تمام بینندگان تلویزیون. من پیشتر شنیدم که کشورهای آسیای مرکزی همسایه افغانستان از پروسه صلح پشتیبانی کردند و باید یادآور شوم که یک هیئت چند نفری دفتر سیاسی طالبا از قطر امشب ناوقت به سوی ازبکستان سفر میکنند. این به مورد که خبر در مورد کشورهای آسیای مرکزی این باید ما میگفتم. و به مورد سوال شما که امروز چی گذشت، امروز از طرف صبح که فعلا بعد از ظهر اینجا 4 بجه دیگر است، 4:30 دیگر است، طالبا و هیئت تخنیکی امریکایی جلسات خود داشتند، به مقر مذاکرات لحظات پیش رسیدند و به موضوعاتی که باید گام های بعدی و گام های عملی که از هر دو طرف سرش موافقه شده و او را باید به کدام اساس چطور جدول بندی شود سر مذاکرات آغاز کردند. بله ممنون و تشکر از شما آقای خاورین. امیدوار هستیم که باز هم شما را در جریان روزهای آینده داشته باشیم. در صورت بازگشت آقای خلیلزاد این مذاکرات از سر گرفته میشه و باز هم ما شرحش از شما خواهیم شنید. ممنون. یک چیزی را من اینجا یادآور شوم، آقای خلیلزاد از اینجا سفر کردند به دلی، از دلی و پیش دو کشور دیگه اروپایی هستند و بعدا شاید به واشنگتن باشه. حتمی نیست که در قطر ادامه پیدا کنه این مذاکرات و در کجا امضا میشه. از سوی طالبا هم هیچ یادآور نشدن که در قطر میشه یا در اسلو میشه و یا هم یکی از کشورهای آسیای مرکزی میشه. به هیچ چیز تا حال بسیار سیری نگه داشته شده و شاید حکومت افغانستان و یا طالبا و آقای خلیلزاد بدون از این سه جنا کس دیگر در این مورد شاید تا حال خبر نباشه. ممنون و تشکر آقای ایوب. تشکر. خب طبعی که شنیدید 5 کشور آسیای میانه توافق کردند که افغانستان را در بخش صلح مبارزه با دهشت افغانی و انکشاف تبانه ها کمک میکنند. ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان و ترکمنستان کشورهایی هستند که امروز در کابل در نشست حمایتشان را از گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان اعلام کردند. در آستانه امضای احتمالی توافقنامه صلح در پی 8 دور گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و طالبان، 5 کشور آسیای میانه در کابل موقفشان را درباره صلح افغانستان اعلام کردند.
این کشورها با پخش اعلامیه باور دارند که موضع‌گیری واحد و قوی کشورهای آسیای میانه درباره گفتگوهای صلح افغانستان که اکنون ادامه دارند بسیار مهم است. پنج کشور و افغانستان در رابطه صلح افغانستان یک موقف واحد و تایید مذاکرات بین الافغانی از ایره بسیار تایید کردند. نمایندگان این کشورها در کابل پس از نشست گفتند که تلاش های صلح از چند آدرس روند صلح را در افغانستان تضعیف می کند. از همین رو این مقام ها از نقشه راه صلح حکومت افغانستان پشتیبانی می کنند. وضعیت فعلی برای صلح در افغانستان و منطقه را مهم می دانیم. از این جهت ما روند کابل را پشتیبانی می نماییم. برخی از کارشناسان نقش کشورهای آسیای میانه را در تأمین صلح و مبارزه با هراس افغانی در افغانستان بسیار مهم می دانند. در این شرایط اعلامیه از کشورهای آسیای مرکزی بسیار مهم است که اونا پخش کردن که در مورد صلح، امنیت و هم در اقتصاد بر علاوه که دیگر دونرها یا ورلد بانک، بانک جهانی و دیگر کشورها حمایت میکنند، اینا هم حمایت خود اظهار داشتند. این کشورها به این باور هستند که در تأمین صلح و توسعه زیربناها منافع متقابل کشورها نهفته است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. سازمان عفو بین الملل تهدید طالبان را برای حمله بر کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقبیح کرده است، در حالی که مذاکرات در میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه ادامه دارد. این گروه تهدید نمودند که بر افراد ملکی در کمپاین های انتخاباتی حمله خواهند کرد. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو میگوید که افغانستان از هر زمان دیگر به صلح نزدیکتر شده است. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم ژیلا نوری. عفو بین الملل در واکنش به تهدید طالبان مبنی بر حمله بر کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این نوع تهدیدها به حرمتی به زندگی انسان ها می باشد. در حال حاضر افغانستان در هفته دوم کمپاین های انتخاباتی قرار دارد که ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. در اعلامیه که در صفحه صدای جهاد به نشر رسیده است، طالبان اخطار کردند که افغان ها از راهپیمایی های تبلیغاتی انتخاباتی دور باشند و تهدید به خشونت شده است. حکومت افغانستان در واکنش به تهدید طالبان علیه مردم در اجتماعات انتخاباتی با نشر اعلامیه از گروه طالبان خواسته تا صلح‌خواهی را در عمل نشان دهند و از تهدید مردم افغانستان خودداری کنند. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه قاطع هدایت داده تا نگذارند انتخابات ریاست جمهوری آینده مختل گردد. از جانب دیگر یانس استولتنبرگر سرمنشی ناتو در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم نیوزیلند گفت فرصت رسیدن به صلح واقعی در افغانستان در ادامه مذاکرات صلح میان طالبان و ایالات متحده در قطر ممکن است. ما اکنون شاهد صلح واقعی در افغانستان هستیم. به یک توافق صلح نسبت به قبل نزدیکتر شده ایم و ناتو قویاً از همه تلاش ها برای دسترسی به حل سیاسی افغانستان حمایت می کند. سرمنشی ناتو همچنان گفت که ناتو در افغانستان نیاز نیست که بیشتر باقی بماند. ما بیش از آنچه لازم باشد در افغانستان حضور نخواهیم داشت. بس این است که ما می خواهیم مطمئن شویم که دستاوردهای حاصل شده ما حفظ خواهد شد و اینکه افغانستان یک بار دیگر پناهگاه امن دهشت افغانان بین المللی نشود که در واقع برای امنیت ما نیز مهم است. یک مقام طالبان گفت ایالات متحده و طالبان برخی از اختلافات بین هم را حل کردند که شامل خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و تضمین شورشیان برای قطع روابط با سایر گروه‌های دهشت افغانی میباشد. در رسته مذاکرات جاری سال در دوحه، زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از پیشرفت عالی در مذاکرات خبر داده است. آقای خلیزاد در یک توییت نوشته است که با ادامه پیشرفت‌های عالی هفته گذشته در کابل، چند روز اخیر را در دوحه با تمرکز روی موضوعات باقی مانده در تکمیل توافق بالقوه با طالبان پیشرفت عالی داشته‌ایم. آقای خلیزاد در بخش دیگر توییتر خود نوشته است که به دلیل دیدارهای از قبل برنامه‌ریزی شده به هدف جلب حمایت بین‌المللی از روند صلح افغانستان به دهلی پایتخت هند سفر می‌کند. در سراسر افغانستان جوانان از بدتر شدن اوضاع در صورت عدم توافق مذاکرات صلح هراس دارند.
نابهنجوری در کشور ما روان هست که خانم ها بیشتر از این متضرر میشن، به خاطر از اینکه در هر جای هر ظلم و ستم که روان باشه خانم ها بیشتر متضرر میشن. تعداد از ناظرین معتقدند که انتخابات بار دیگر به تعویق خواهد افتاد تا فضا برای رسیدن به توافق صلح بین ایالات متحده و طالبان هایی گردد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. دور هشتم مذاکرات با طالبان در حال در دوحه جریان دارد که اعلامیه مطبوعاتی طالبان علیه پروسه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باعث واکنش های شدید و تقویه مقامات افغان مشمول امرالله صالح و همچنان سازمان عفو بین الملل شده است. طالبان این هشدار را علیه مردم صادر کرده و تهدید کردند که با آنها در صورت حضور در کمپین های انتخاباتی صدمه خواهد رسید. شرح بیشتر تحولات در دوحه و این اعلامیه مطبوعاتی تازه طالبان موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه در استودیوس، آقای ارل وین، دستیار سابق معاون وزارت خارجه ایالات متحده و معاون سابق سفیر امریکا در افغانستان در استودیو با ما هستند. آقای وین، سلام بر شما، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. طالبان این اعلامیه را صدور کردند. سازمان عفو بین الملل ایره تهدید علیه ملکی ها و یک جرم جنگی خوانده و اعلامیه در حال صادر میشه که امریکا و طالبان مصروف مذاکرات هستند. فکر میکنین که ایالات متحده باید به نوعی در به اعلامیه بپردازه در مذاکرات در جریان با طالبان؟ دقیقاً این باید به حیث یک پیام رسمی طالبان من نظر گرفته شده وقتی با ایشان مذاکره میکنیم و این هم باید متوجه داشته باشیم که حکومت افغانستان و مردم افغانستان با تجربه کردن انتخابات ریاست جمهوری دموکراسی را تجربه میکنن و بسیاری مردم ها میخوان اونجا برن و این تعجب آور نیست که طالبان در جریان این مسئله انتخابات و یا هم این مسئله یا روند انتخابات را تهدید نکنه. مهم است که در جریان انتخابات چی میشه. بله، خب خواست عمده طالبان است که اساکر آمریکایی باید افغانستان را ترک کنند. آیا آمریکا باید تن به درخواست طالبان بده یا خیر؟ من فکر میکنم که همه در نهایت به می آرزو می باشند که حداقل ایالات متحده در افغانستان دیگه حضور نظامی نداشته باشد. تمام ما امید ما همی است که افغانستان باثبات باشه و صلح و صلح پایدار در اونجا باشه. اما مشکل اینجاست که در اونجا چی رقم صلح و ثبات بیاید. گزارش ها نشان می دهد که در مذاکره بین جانب امریکایی و طالبان دو مسئله مهم است. یکی که دیگه افغانستان به مرکز دهشت افغانی و دهشت افغان ها تبدیل نشه و طالبان اونا را باید تقبیح بکنه و دوم خروج اساکر امریکایی است. ولی ایالات متحده یک چیز واضح ساخته که باید در پرتوی همه مسئله باید مذاکره بین افغان ها باشه و در پالوی از این آتش بس باید از حضور آتش بس یقین حصول شود. مسئله دمی است که بحث دمی است که در روی دو نکته اساسی هم تا حال پیشرفتایی که بر اساس گزارش ها وجود داره آنچه بله. که قرار بوده نبوده. بله، خب عمران خان به ایالات متحده آمد با تعهد همکاری کشور ترک گفت. پاکستان و نقش فعلیش را شما در پروسه مذاکره با طالبان چطور ارزیابی میکنیم؟ فکر میکنید نقش موثر دارم؟ ما فکر میکنم پاکستان میتونه کمک کننده باشه و آرزوهای دقیقی وجود داشته که بعد از ملاقات آقای عمران خان از واشنگتن که پاکستان اگر بخواهد رابطه بهتر با ایالات متحده داشته باشه باید حال آنچه که انجام بتن اوست که طالبان را ترغیب به مذاکره با حکومت و جنایه دیگر در افغانستان در کابل بکنن. مهم است که پاکستان در اصل چی میکنه، یعنی نتیجه عملش چی میباشه. آیا در واقع پاکستان به شکل عملی یک نقش با ارزش در این مسئله انجام میده؟ آیا طالبان را در واقع میتونه ترغیب به مذاکره و با حکومت و افغان ها و همچنان حمایت از سیستم دموکراتیک بکنه یا خیر؟ هند یک قدرت دیگه منطقوی خود را در انزوا یافته در پروسه مصالحه با طالبان و از این موضوع شاکی است. خلیلزاد هم اکنون در هند است. اگر هند از این پروسه ناراضی نباشه میتونه او را مختل بسازه در منطقه؟ من فکر میکنم که چشم پوشی از هر نوع همسایه در منطقه میتونه که روند مختل بسازه. هر
کشور در منطقه باید نقش بزرگ حمایوی داشته باشه و این مسئله ایست که دیگه کشورهای کمک کننده و ایالات متحده باید نقش متبارز در اونجا داشته باشه، بخاطر از اینکه هر روند مصالحه باید بقا داشته باشه و پروسس شوه. مصالحه یا صلح در روی کاغذ بوده نمیتونه، توافق صلح و صلح باید به شکل عملی از طرف همه جوانه انجام شود و اگر صلح وجود داشته باشه باید یقین وصول شود که افغانستان به شکل اقتصادی رشد پایدار و باثبات داشته باشه و به خاطر رشد اقتصادی و پایدار افغانستان دخالت و یا هم حضور همسایه ها در رهن و روند باثبات کننده افغانستان ضروری است. بله، ممنون و سپاس از حضورتان در برنامه آقای وین و از تحلیلی که در قبال پروسه در جریان در دوحه ارائه دادین. تشکر. ممنون. تشکر از شما. بله، ما باز هم با تحول مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که دیدگاه طالبان نسبت به زنان تغییر نکرده و این گروه هنوز هم بر تعبیر سختگیرانه و محدودی از حقوق زنان پافشاری می کنند. خانم اکبر در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا در مورد مذاکرات صلح می گوید که اگر در چنین مذاکرات صدای قربانیان جنگ شنیده نشود، به علت عقده‌هایی که وجود دارد تامین صلح پایدار ناممکن خواهد بود. وای در پاسخ به سوال همکارم سید حسیب مودودی در مورد موضع این کمیسیون در قبال جرایم جنگی طالبان چنین گفت. از شروع جنگ ها در افغانستان موارد نقض حقوق بشری، موارد جنایت جنگی وجود داره که باید بهش رسیدگی صورت بگیره و میکانیزم های رسیدگی هم بسیار میتوانه متنوعی باشه، از عدالت جزایی تا پروسه های معذرت خواهی علنی، گزینه های متعدد در کشورهای مختلف وجود داشته. کار را کمیسیون میتونه بکنه ایست که تحصیل کنه که صدای قربانی ها در پروسه صلح شنیده شوه و فراموش نشه، یعنی که برای قربانی ها فرصت از ایجاد شود که نظرات خود در میان بگذارن و دردهای خود شریک کنن، قصه های خود شریک کنن، برخواست خود بر عدالت شریک کنن از تمام طرفین. شما در نشست در قطر، در نشست با طالبا حضور داشتین، موضوع اونا رو در قبال حقوق زنا چگونه یافتین؟ به سوالای را که ازشون از طالبا شد در این مورد که چی چیز را در قوانین ما غیر اسلامی میدانن، چی چیز را در حقوق کنونی زنها غیر اسلامی میدانن، پاسخ مشخص ارائه نکردن طالبا و برداشت ما از نشست و از گفتگوهایی که در اونجا صورت گرفتی بود که تغییر جدی در دیدگاه طالبا در مورد حقوق زنها، فعالیت زنها به وجود نامده. شما در جریان هستین که حکومت افغانستان روی ترکیب هیئت گفتگو کننده صلح با طالبا کار میکنه، آیا از کمیسیون مستقل حقوق بشر فرد عضو کمیسیون است که در گفتگوهای صلح با طالبا روی موضوعات حقوق بشری با اونا گفتگو کنه؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر صرف نظر از اینکه از ما کسب نمایندگی از ما در هیئت مذاکره کننده باشه، یعنی به عنوان ناظر پروسه مذاکرات عمل خواهد کرد، این صلاحیت قانونی ماست که از حفاظت حقوق اساسی شهروندان نظارت کنیم در هر پروسه بزرگ ملی و ما از این صلاحیت قانونی خود استفاده میکنیم بر نظارت از پروسه در حدی که ممکن است و بر دادخواهی بر حقوق اساسی شهروندان و بر دادخواهی بر قربانیان. اولویت هایی را که شما من حیث رئیس کمیسیون حقوق بشر در اجندای کار خود دارین، درباره از اینا بگوین که این اولویت ها کدام ها هستن؟ یک اولویت مهمی است که اینمی نیروی عظیم را که بر دفاع از حقوق بشر در افغانستان وجود داره اینا بهتر بسیج شن، بهتر به همدیگر رابطه برقرار کنن و کمیسیون آدرس خود بدانن. واقعا اولویت مسئله دوم مسئله روند صلح هست و جایگاه کمیسیون در این مورد در این پروسه داره و نقش را که داره. ما روند صلح فقط به گفتگوهای صلح منحصر نمیدانیم، روند صلح یک روند طولانی مدت است، نیازمند التیام جامعه است از منازعه تراز مدت که بوده و این پروسه التیام پروسه چندین ساله است، صرف نظر از توافق سیاسی که چی وقت اتفاق مفته. مسئله عدالت یک مسئله چندین ساله است، مسئله ادغام مجدد جنگجویان و تبعات حقوق بشری از او یک مسئله دراز مدت است. ما در تمام این پروسه ما میخواییم که دخیل باشیم در مرحله نظارت از حفاظت از حقوق اساسی شهروندان. در افغانستان علاوه بر طالب
فعالیت های داعش باعث نگرانی های زیاد نزد مردم به خصوص نزد اقلیت های دینی مذهبی شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر تا چه حد با سوی رفتارها با اقلیت های مذهبی نژادی مبارزه میکنه؟ افغانستان متاسفانه جامعه است که انواع مختلف تبعیض داشت دیده میشه، یعنی در دسترسی به خدمات عادی شهروندان ما متاسفانه با تبعیض روبرو میشن، در مسئله استخدام با تبعیض روبرو میشن، در برخوردهای روزمره ما انواع تبعیض هم شهروندان روبرو میشن. تبعیض جنسیتی بسیار یک مسئله کلان و یک مشکل گسترده است. تبعیض برابر افراد دارای معلولیت یک مسئله بسیار جدی است برای ما. و در مورد قربانیان جرایم جنگی شما همچنان گفته بودین که صدای قربانیان باید به جهانیان رسیده شود. شما این کار را چگونه انجام خواهید داد در حالی که ظاهرا برخی از متهمان جرایم جنگی عملا در قدرت حضور دارند؟ از هر دو طرف حیات های مذاکره کننده مکلفت خود بدانند که در گفتگوی مداوم با گروه های قربانی پیش برند و در این حال موضوع رسیدگی به قربانی ها یکی از آجندای مذاکرات بیرون نمانه، به خاطر از اینکه یک نگرانی است که اصلا به این موضوع نپردازند هر دو طرف و با یک تصور پیش برند که خوی موارد اتفاق افتاده دیگه، حالا ما پیش میریم، به این رسیدگی ضروری نیست که باز اونو تا یک وضعیت به صلح پایدار نمی انجامه. منازعات در سطح محلی دوام میکنه. اگر افراد حس کردن که هیچ صداشون شنیده نشد، ممکن است به فکر انتخابگیری های شخصی بفتن که بسیار زیاد براینده صلح خطرناک است. حالا ما را با خبرهای دیگری از منطقه ادامه می دهیم. وزارت خارجه ایالات متحده بر روز دوشنبه گفته است که تحولات در کشمیر را بعد از تصمیم هند و لغو مسوده جایگاه خاص کشمیر تحت نظارت دارد و از هر دو جانب خواست تا صلح و ثبات را در امتداد خط کنترل حفظ کنند. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز از هند و پاکستان خواسته است تا روی مزل کشمیر از خشتنداری و بردباری کار گیرند. اما در حالی که پارلمان هند قرار بود امروز روی این تصمیم حکومت هند رأی بدهد، وزیر داخله هند از تصمیم حکومت خود برای لغو قانون جایگاه خاص برای کشمیر دفاع کرد و گفت که حاضر است با خاطر آن جان خود را از دست بدهد. از سوی دیگر در پاکستان قانونگذاران برای یک جلسه مشترک روی غور در قبال این تصمیم هند جمع شده بودند و دلیل این گرد همایی را انسجام برای ارائه یک واکنش جدی در قبال این تصمیم هند خواندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خطاب به ایالات متحده هشدار داده است که جنگ با ایران مادر همه جنگ ها خواهد بود. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار می‌دهد که در صورت اقدام واشنگتن مبنی بر ساخت میزایل‌های هسته‌ای دارای برد متوسط، مسکو به ساخت عین میزایل‌ها را آغاز خواهد کرد. از جانب دیگر کره شمالی نیز امروز ضمن آزمایش دو میزایل ایالات متحده را به افزایش تنش نظامی در منطقه متهم کرده و هشدار داده است که اگر ایالات متحده و کره جنوبی هشدارهای پیونگیانگ را مبنی بر رفع تزیرات نادیده بگیرند، هر دو کشور قیمت گزافه را خواهند پرداخت. در ادامه آزمایشات اخیر میزایلی، کره شمالی امروز نیز دو میزایل بالستیکی با برد کوتاه را آزمایش کرد و تمرینات مشترک نظامی میان ایالات متحده و کره جنوبی را تقبیح کرده است. وزارت خارجه کره شمالی در یک اعلامیه گفته است که ادامه تمرینات نظامی میان ایالات متحده و کره شمالی می تواند روند دیپلماسی هسته‌ای را خدشه‌دار کند. در این اعلامیه آمده است که موقف کره شمالی مبنی بر حل موضوعات از طریق دیالوگ تغییر نکرده، اما تا زمانی که تحرکات خصمانه نظامی ادامه داشته باشد، پیشرفت در دیالوگ بیشتر نامرئی خواهد بود. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که واشنگتن در قبال آزمایشات اخیر کره شمالی واکنش بیش از حد نشان نخواهد داد. مهم این است که درب برای دیپلماسی باز نگه داشته شود. در رابطه به این آزمایشات واکنش بیش از حد نشان نخواهیم داد. ما به نظارت خود ادامه می دهیم. ما آنان را از نزدیک نظارت می کنیم و در مورد اتفاقات آگاه هستیم. در این حال در ادامه تنش میان واشنگتن و تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که اگر ایالات متحده خواستار مذاکره با ایران باشد، ابتدا باید همه تعزیرات را رفع کند. حسن روحانی همچنان هشدار داده که جنگ با ایران مادر همه جنگ ها خواهد بود. صلح با ایران مادر همه صلح هاست.
جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. باز هم تکرار میکنم، اگر سربازان شما امنیت میخوان در منطقه، امنیت با امنیت، شما نمیتونید امنیت ما رو خدشه دار بکنید بعد در انتظار امنیت خودتون باشید. پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان، تنش میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. ایالات متحده اخیراً بر جواد ظریف وزیر خارجه ایران و قبل از آن بر آیت الله خامنه‌ای رهبر آن کشور تعزیرات اقتصادی نیز وضع کرده است. از جانب هم پس از خروج ایالات متحده از پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای میان برد با روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور هشدار داده که اگر واشنگتن ساخت میزایل‌های جدید را آغاز کند، مسکو نیز با ساخت میزایل‌های هسته‌ای میان برد آغاز خواهد کرد. ولادیمیر پوتین همچنان افزوده است که برای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی، از سرگیری مذاکرات میان مسکو و واشنگتن روی کنترل سلاح ضروری می باشد. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که در حال حاضر واشنگتن ساخت میزایل‌های هسته‌ای میان برد را در نظر ندارد. ایالات متحده به تاریخ 3 آگوست از پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شد. واشنگتن و مسکو هر کدام یکدیگر خود را به خاطر از بین رفتن این پیمان ملامت می‌کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. بله، من باز هم با خبر مرتبط به ایالات متحده ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور ترامپ به روز دوشنبه بعد از گلوله‌باری‌های گسترده در ایالت تکساس و ایالت اوهایو از مردم آمریکا خواست تا نژاد پرستی، تعصب و برتری جویی سفیدپوستان را محکوم کنند. ولی مخالفان دموکرات او شکایت دارند که برخی از سخنان گذشته رئیس جمهور در مورد نژاد و مهاجرت احساسات را برانگیخته است و کشور را منقسم نموده است. جیم ملان خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که شرح آن را از همکارم میشنوید. رئیس جمهور ترامپ از قصر سفید خطاب به ملت درباره گلوله‌باری ها در تکساس و اوهایو صحبت کرد. هموطنان آمریکایی من، امروز صبح ملت ما بر تکان شدید، وحشت و اندوه غلبه می کند. رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهارات خود روی مسائل مربوط به سلامت روانی تمرکز کرد و در مورد خطرات اینترنت و بازی‌های ویدیویی خشن هشدار داد، اما درباره اقدامات جدید کنترل اسلحه کمتر سخن گفت. ملت ما با یک صدا باید نژادپرستی، تعصب و برتری سفید را محکوم کند. این ایدئولوژی های شوم باید شکست بخورند. نفرت در آمریکا جای ندارد. نفرت ذهن را پیچیده، قلب را تخریب و روان را آسیب می رساند. بدنبال شلیک های اخیر، چندین دموکرات در ایالت های تکساس و اوهایو رئیس جمهور و لفاظی های او را محکوم کردند. بیتو اوروک، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اهل تکساس، میگوید حملات اخیر رئیس جمهور بر مهاجران برای گفتمان تفرقه آمیز در کشور کمک کرده است. پس ما باید جلوی نفرت و نژادپرستی، عدم تحمل و هراس انگیزی را که در سراسر کشور و در بالاترین مقام های قدرت و در اعتماد عامه مردم میبینیم، بگیریم و متوقف سازیم. در شهر الپاسو، ورانیکا اسکوبار، نماینده حزب دموکرات کانگرس، گفت محیط سیاسی سمی میتواند عامل تحریک خشونت باشد. نجات پرستی، تعصب و نفرت پیامدهای خطرناکی دارد. عواقب وخیم در غیر انسانی ساختن آدمهای دیگر دارد. رئیس جمهور ترامپ سابقه اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره نژاد و مهاجرت را دارد. از جمله ارزیابی او در سال 2017 از درگیری خشونت آمیز معترضین نیونازی در شارلوتسویل ورجینیا را میتوان نام برد. کلن کانوی مشاور ترامپ گفت وی سیاست و حزب را کنار گذاشته و کسانی را که بی اساس، بی شرمانه و بی رحمانه این مسئله را سیاسی ساختند فرا نخواند. کایل کندک، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید سبک صحبت کردن ترامپ و وفاداری او به موقفش کلید برای شناخت او به عنوان یک شخصیت سیاسی است و نشان میدهد که چی کس است. آخرین نظرسنجی نهاد گالوب تایید 42% ترامپ را نشان می‌دهد، در حالی که 54% مخالف نحوه عملکرد او به عنوان رئیس جمهور هستند.
لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار داریم. همکارم احمد شکیب دوست میزبان شما در نیم ساعت بعدی برنامه به زبان پشتوس با شما در شرح و در جریان شرح محتوای برنامه قرار میدهد. آقای دوست با سلام بر شما، بفرمایید. سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته، موږ په دې خبری ټولګه کې له دوهې نه د سولې د مذاکراتو